سلام، من نوید هستم و با قسمت 20 از تاریخ به روایت هرودوت در خدمت شما عزیزان. چه ارتباطی بین آزمون آتش کرزوس لیدیایی و امتحان آتش حضرت ابراهیم وجود داره؟ اگه دوست داری بدونی تا انتهای برنامه با من همراه باش. در قسمت قبل دیدیم که چطوری قلعه سار توسط کوروش بزرگ فتح میشه و حالا ببینیم که چه اتفاقی بر سر کرزوس لیدیایی میاد. هرودوت تو بند 85 اینطور ادامه میده: سرنوشت خود کرزوس چنین شد. او پسری داشت لال ولی بسیار با استعداد که پیش از این از او یاد کردم. توی قسمت اول در این ارتباط صحبت کردیم و گفتیم که کرزوس دو تا پسر داشت که یکیشون لال بود، یکیشون هم خیلی خوشقد و بالا و دلیر بود که توی یه اتفاق میمیره، ولی این پسر لاله زنده میمونه. کرزوس در دوران نیکبختی بسیار در درمان او کوشیده بود و به ویژه در این باره با هاتف دلفی رایزنی کرده و از اون نظر خواسته و پیتی که همون هاتف دلفی باشه پاسخ داده بود: ای لودیایی، شاه اقوام بسیار، ای کرزوس نادان، هیچگاه زمانی را آرزو نکن که صدای او را در کاخ خود بشنوی. کاش هیچگاه صدای پسرت را نشنوی، زیرا تنها در روز بدبختی تو سخن خواهد گفت. باری هنگامی که ارگ سقوط کرد، سربازی پارسی بی آنکه شاه را بشناسد به سوی او رفت و کرزوس که در اوج تیره‌بختی بود نزدیک شدن او را دید، اما خاموش ماند، زیرا مرگ به دست این سرباز برایش اهمیتی نداشت. اما وقتی پسر لال او سرباز را دید، شدت هراس و رنج او را به سخن آورد و فریاد زد: سرباز، کرزوس را نکش. معجزه شد. اینها نخستین کلماتی بودند که بر زبان راند و سپس تا پایان عمر گویا ماند. اینجا یکی از معجزاتیه که این جناب آقای کرزوس فعلا داره، البته در اطرافش اتفاق میاد. بدین سان ایرانیان سار را تصرف و کرزوس را زنده دستگیر کردند. او پس از 14 سال سلطنت و تحمل 14 روز محاصره، دقیقاً طبق آنچه عاطف گفته بود، به امپراتوری بزرگی پایان داده بود و آن امپراتوری خودش بود. اینجا دوباره لازمه تکرار کنم یه مبحثی راجع به این پیشگویی که عاطف دلفی در ارتباط با پایان یافتن امپراتوری بزرگ مطرح کرد و ما توی جلسات قبلی راجبش صحبت کردیم که توی ترجمه انگلیسی و فارسی اومده به این شکل ترجمه کرده، در حالی که به هیچ عنوان یه همچین صحبتی نیست، یعنی صحبتی از امپراتوری بزرگی نیست، صحبت از شکل گیری یک امپراتوری، از شکل گیری یک قدرت هست که در نطفه خاموش میشه. یعنی در اون زمان نه کوروش و پارسیان امپراتوری بودن و نه کرزوس امپراتوری بوده. هر جفتشون اگر پیروز می شدن در این نبرد، می تونستن چی بشن؟ می تونستن صاحب یک امپراتوری بشن که این اتفاق برای کوروش می افته. حالا هرودوت که بعد از این داستان پیروزی پارسیان هستش که داره این صحبت رو می کنه، در اصل داره عقده گشایی می کنه و اینجا میگه که اگر کرزوس اشتباه نمی کرد تو این جنگ و شکست نمی خورد، عملا این لیدیه ها بودن که یک امپراتوری بزرگ رو تشکیل میدادن به جای پارسیان. و شما میتونید این شدت خشم هرودوت رو در این داستان سرایی ببینید. و روی ایرانیانی که او را گرفته بودند نزد کوروش آوردند. کوروش فرمان داد تلی از هیزم برپا کنند و کرزوس را با قل و زنجیر همراه با 2-7 جوان لودیایی بران قرار دهند. خب عدد 7 هم مقدسه. کوروش هنوز اینجا فرد متحولی نشده، حالا بعدا میگیم که چه اتفاق میفته که متحول میشه و آدم خیلی خونریزیه به نظر و دستور میده که کرزوس رو با 14 تا جوان 2-7 بیارن بندازن تو آتیش بسوزونن. شاید میخواست آنان را به عنوان گل سرسبد غنایم در راه ایزدی قربانی کنند یا نذری را ادا کنند، یا چون درباره پارسایی کرزوس شنیده بود میخواست ببیند آیا خدایی مانع از زنده سوختن وی خواهد شد. به هر روی هرچه بود چنین کرد. خب اینجا جالبه، یه جوری میخواست تست کنه به نظر که ببینه این کرزوس که میگن آدم خوبی، آدم پارسایی، حالا توی این
مطالب گذشتم که دیدیم هیچ پارسایی از کروزوس ندیدیم. زیاد رشوه میده به این خادمای معابد مختلف، ولی کن در اصل هیچ پارسایی از این کروزوس تا این لحظه، تا این لحظه که سقوط میکنه دیده نشده. به هر حال اینجا میه آزمون آتش داره میذاره، که جالب اینجاست که جناب آقای ساقفر مترجم این کتاب هرودوت هم که ما داریم متنشو میخونیم، متن ترجمه شده شو، توی پاورقی عنوان میکنه که هرودوت این داستان ساختگی را میگوید تا عمدن از ارج کوروش بکاهد. همون گونه که در مورد فتح بابل کمترین اشاره‌ای به منشور کوروش و آزادی مذهبی، آزادی یهودیان و غیره نمی‌کند، که راجع به این صحبت‌ها داریم. در اینجا اشاره به قربانی کردن انسان که مطلقاً در ایران وجود نداشته است و هیچ گواهی در این باره حتی بدترین دشمنان ایران نشده است، میگه که یه همچین داستانی رو هرودوت ساختی که کوروش رو تخریب کنه. یه موردی هستش، یکی این که ما در متون خودمون، در گزارش های تاریخی خودمون، شاهانمون هیچ گونه قربانی انسان نداشتن و ندیدیم. حتی تو کتیبه های هخامنشیان هم هیچ اشاره‌ای به این موضوع نمیشه. پس این به نظر میرسه که یک شیطنتی که توسط هرودوت صورت گرفته و خواسته همچین نسبتی رو به کوروش بده. دومین مورد این هستش که این آزمون آتش آزمونیه که در گذشته ما شاهدش هستیم در منطقه خاورمیان رودان، هم ایرانیان این رو داشتن. ما تو داستان سیاوش، عبور سیاوش از آتش، ما این آزمون آتش رو داریم. در ارتباط با حضرت ابراهیم هم که در اون تقابلی که با نمرود داشته، ما این آزمون آتش رو باز میبینیم که داستان دوباره تو همین منطقه میان رودان اتفاق میفته، هر دو داستان قدیمی. پس اینجا هم با توجه به اینکه توی جلسات قبلم گفتیم که جغرافیای لیدی جغرافیای نزدیک به سرزمین فعلی ایران هستش و نواحی شمال غربی ایران و نه غرب ترکیه، این آزمون آتش هم میتونه درست باشه. یعنی به احتمال زیاد این مطلب، اگر گزارش هرودوت در ارتباط با اینکه دستور کوروش بوده که این اتفاق بیفته، احتمال داره که همچین موردی باشه. ولی باز حدس ما این هستش، گمان ما این هستش که هرودوت اینجا طبق شیوه و روال کاری خودش دوست داشته چهره‌ای خشن و منفی از کوروش نشون بده. و کروزوس در حالی که بر تل هیزم ایستاده بود، با همه وحشتی که در آن وضع داشت، ناگاه گویی خدایی سخنان سولون را به یادش آورد که هیچ انسانی خوشبخت نیست. با این اندیشه آه عمیقی کشید و با صدایی چون ناله سکوت طولانی خود را شکست و سه بار نام سولون را بر زبان آورد. یه موردی هست، مترجم گفته خدایی سخنانش رو چیز کرد. این کلمه خدایی به این مفهوم هستش که ما چند تا خدا رو داریم راجبش صحبت می‌کنیم. یکی از اون خداها رو اومده به کروزوس یه وحی رو در اون رسونده، در حالی که توی متن انگلیسی اگه اشتباه نکنم و متن یونانی، ما یک خدا رو داریم. یعنی گفته میشه که خدا سخنان سولون رو به یادش آورد، یه همچین ترجمه باید بشه و نه خدایی. برور سولون 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 سه بار تکرار میکنه. سولون هم همون فرد پرهیزگار و جزو همون هفتن معروف فرزانگان یونان باستان هستش که گفتیم یه شخصیت پیامبرگونه داره و اگه دوست داشتن میتونن اون ویدیو رو ببینن. کوروش صدای او را شنید و به مترجمان دستور داده از او بپرسند این فرد کیست. مترجمان نزدیک شدن و پرسیدن. کروزوس نخست خاموش ماند، اما سرانجام به علت اصرار در پاسخ به ایشان گفت او مردی است که حاضرم تمام ثروتم را بدم تا همه شاهان جهان سخنانش را بشنوند. یه کار اشتباه دیگه که جناب آقای ساقفر مترجم انجام داده دوباره اینجاست که اومده کلمه ظالمان و مستبدین رو جایگزین کرده با شاهان. ببینید توی متن یونانی و انگلیسی اگه اشتباه نکنم کلمه مستبدین اومده، متن یونانی مطمئن هستم، حالا انگلیسیشو شک دارم، ولی در متن یونانی مستبدین و ظالمان اومده و
خیلی فرق میکنه بار معناییش با شاه. و چه بهتر که کسی اگه قرار ترجمه بکنه کلمات رو به معنی اصلی اون کلمه وفادار بمونه و اینجوری تغییر نده. اینجا هم دوباره هرودوت داره تاکید میکنه که کوروش آدم ظالمیه. مثل چی؟ مثل کروزوس در گذشتش. الان کروزوس متحول شده موقع مرگ و حالا این پیغامو داره به کوروش میده که حاضرم تمام ثروتم رو بدم، ولی اون سخنان و پندایی که سولون به من داده بود و همه مستبدا، یعنی شما جناب آقای کوروش بزرگ، شما هم بشنوید این رو. آنان سخنانش را در نیافتن و آنقدر فشار آوردند و اصرار کردند تا سرانجام همه داستان را باز گفت. اینکه چگونه سولون آتنی به کاخ او آمده و تمام ثروت و شکوه او را به هیچ انگاشته، چه سخنانی میانشان رد و بدل شده و چگونه همه سخنانش درست از آب در آمدن. هرچند منظور سولون تنها شخص او نبود و درباره همه انسان‌ها به خصوص کسانی که خود را خوشبخت می‌پندارند سخن گفته است. هنگامی که کروزوس سخن می‌گفت، تل ایزون را افروخته بودند و آتش رفته رفته گرداگرد او را می‌گرفت. کروزوس داشت واسه خودش حرف می‌زد، آتش هم روشن کرد. اینا مالا داره به قولی شروور میگه. به هر حال وقتی که کوروش ترجمه سخنان کروزوس را شنید، ناگاه دگرگون شد و اندیشید که خود نیز موجودی فانی است که دستور سوزاندن مردی را داده که همانند خود وی قدرت و ثروتی داشته است، و ترسید که مبادا خود نیز روزی تاوان پستد و به بی‌اعتباری همه چیزهای انسانی اندیشید و فرمان داد آتش را که از هر سو زبانه می‌کشید هر چه زودتر خاموش کنند و کروزوس و همراهانش را پایین آورند. اما به رغم همه کوشش‌ها فرو نشاندن آتش ناممکن شده بود. اینجا میگن دروغو کم حافظی میشه. عنوان میکنه که کوروش هم دید که این آدم مثل خودش ثروتمند و قدرتمنده. آقای هرودوت چند پاراگراف بالاتر گفته بودی که پارسیان آدم های بیچیز و ندار و فقیری هن. اینجا یادت رفت یه دفعه این کوروش شد آدم ثروتمند و پولدار؟ یه پارسی بوده دیگه. حالا این سخنان ترجمه شده جناب آقای کروزوس هم باعث میشه که کوروش اینجا متحول بشه و یه دفعه آدم خوبی بشه. بله، لودیایا میگویند هنگامی که کروزوس دگرگونی کوروش را دید و این که سربازان نمیتوانند در آتش چیره شوند، به درگاه آپولون دست به دعا برداشت و با صدای بلند از آن ایزد خواست در قبال پیشکشی های گرانبهایی که تقدیمش کرده است وی را از آن خطر برهاند. به سوی آپولون که گفتیم آپولون همون مهر هستش، یعنی ایزد میترا یا روشنایی، و ایزد محبوب جناب آقای کروزوس هم بوده، این درخواست کمک میکنه از آپولون. و جالب اینجاست که میگه آقا من این همه رشوه به تو دادم، اینجا یه هوای ما رو داشته باش. او در حالی که میگریست به خدا التماس میکرد، ناگهان آسمان صاف که بادی نیز نمیوزید پر از ابر شد و طوفانی برخاست و باران تندی بارید و آتش خاموش شد. اینجا دقیقا داستان اینجوری شبیه داستان حضرت ابراهیم هستش و تقابلش با نمرود. اونجایی که نمرود دستور میده حضرت ابراهیم رو بندازن تو آتیش تا راستی و درستیش برملا بشه، که به فرمان خدا اون تل آتش تبدیل به گلستان میشه. اینجا میبینید که اون زبانهای آتشی که هیچکی نمیتونه جلوشو بگیره به خواست ایزد آپولون خاموش میشن. و همونطور که تو ابتدا هم گفتم، این آزمون آتش رو ما در بین سنت‌های ایرانی داریم و تو شاهنامه اگه رجوع بکنید داستان سیاوش و کیکاووس دقیقا همینه. یعنی برای اینکه اثبات بکنن این فرد فردیه که خطاکار نیست، گناهکار نیستش، یه آتشی رو معیم میکنن و سیاوش بعد از این آتش عبور میکرده. اگه سالم از این آتش عبور میکرده مشخص میشده که او گناهکار نیست و رأی خدا رو به همراه خودش داره. که حالا نکته جالب در ارتباط با این آزمون آتش جناب آقای کروزوس، کارکت اسم ایزدی هستش که ایشون بهش متوسل میشه.
یعنی آپولو. آپولو رو گفتیم که با مه یا میترا یکی هستش، خدای روشنایی یا خدای خورشید در نزد یونانیان و رومیان. و اگر به پیج اینستاگرام ما هم رجوع بکنید، ما پستایی رو گذاشتیم در این ارتباط که آپولون و ابراهیم و مه تقریبا یکی هستن. در حقیقت میشه گفتش که جناب آقای کروزوس داره یکی از سنت‌هایی رو که از دوران شاید حضرت ابراهیم باب میشه رو داره اجرا میکنه و داره تدائی میکنه اینجا. بعدها جلوتر که بریم و با برنامه‌های دیگه خواهیم دید که کدوم داستان واقعی هستش، آیا این گزارش هرودوت و این تصویرسازی که هرودوت داره ارائه میکنه به ما از اون چیزی که در واقع همین آزمون‌ها و خدایان و اینجور فرهنگ ها هستش، این واقعی هستش، و یا اینکه در اصل میشه گفتش که این مطالب تحریفی از اونچه ما به نام ادیان ابراهیمی میشناسیم یا برامون تعریف کردن هستش، یا اینکه اصلا داستان چیز دیگه ای هستش و تمامی اینها برآمده از اساطیر ایرانیه. خب کوروش از دیدن این معجزه دریافت که کروزوس مردی پرهیزگار و نزد خدایان گرامی بوده است. پس وقتی شاه را پایین آوردند از او پرسید کروزوس چه کسی تو را واداش به کشور من دست اندازی کنی و به جای دوستی با من راه دشمنی در پیش گیری؟ کروزوس پاسخ داد سرور من، آنچه من کردم از نیکبختی تو و شوربختی خودم بوده است، اما گناهکار اصلی خدای یونانیان است که مرا به جنگ با تو برانگیخت، زیرا هیچ خردمندی جنگ را به صلح ترجیح نمیدهد. همین الان همون خدای یونانیان آپولون اینو نجات داده. بعد ببین چقدر این کروزوس پارسا چقدر نمک نشناس هستش که سری میگه آقا این تقصیر اون خدا است، یعنی کل این جنگ طلبیش و زیاد خواهیش و برای کشورگشایی اینو انداخت گردن اون خدای حالا یونانیا یا ایزد آپولو. در زمان صلح پسران پدران خود را به خاک می سپارند، اما در جنگ پدران پسران خود را در گور می نهند، ولی بیشک این خاص خدایان بوده است که چنین شود. کروزوس بدین گونه سخن گفت و کوروش دستور داد زنجیر از او بگشایند و او را در کنار خود نشاند و بسیار گرامیش داشت و با شگفتی در او نگریست و دیگران نیز چنین کردند. با این حال کروزوس غرق اندیشه خاموش بود. سپس با مشاهده تاراج پایتخت توسط ایرانیان به خود آمد و گفت سرور من، آیا می توانم آنچه در دل دارم بگویم یا باید خاموش بمانم؟ کوروش گفت بیا هرآن سخن بگو. و کروزوس پرسید این انبوه سربازان با چنین حرارتی چه می کنند؟ کوروش پاسخ داد دارن شهر و اموال تو را تاراج می کنند. کروزوس گفت نه، آنها شهر و دارایی‌های مرا تاراج نمی کنند، چون اینها دیگر از آن من نیست، آنها دارن آنچه از آن توست به یغما می آرن. تا این همینجا فعلا کافیه و حالا در قسمت بعدی میبینیم که این سخنان کروزوس و این تقریبا اتفاقاتی که افتاده چه تحولی رو در کوروش ایجاد میکنه. خب دیگه صحبتی برای این قسمت نمیمونه به غیر از این که حتما برای حمایت از کانال ما، اگر از برنامه‌مون خوشتون میاد کانال رو اگه سابسکرایب نکنید سابسکرایب بکنید و لایک هم فراموش نشه، حتما لایک بذارید و کامنت هم که جای خودشو داره. نظرتون رو راجع به این که آیا داستان ابراهیم کپی شده از این وقایع هستش و یا برعکس یه شیطنتی در گفتار هرودوت وجود داره برای ما حتما کامنت کنید. دیگه حرفی نمیمونه و تا دیدار دیگر همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.